امروز 7 روز از سقوط هواپیمای مسیر تهران یاسوج میگذره. از همون ساعت اولیه انتشار این خبر، تلاش رژیم این بودش که طبق معمول با دامن زدن به خبرهای حاشیه‌ای مثلا سختی رسیدن به محل سقوط هواپیما و نشون دادن تصاویر امدادگرانی که برف و بوران نذاشته به محل سقوط هواپیما نزدیک بشن و انتشار خبرهای زد و نقیز در مورد نزدیک شدن به محل جعبه سیاه و امثال این خبرها از انتشار برخی واقعیت‌ها جلوگیری بکنه. اما مردم در شبکه‌های اجتماعی گوشه‌هایی از واقعیت‌ها رو نشون دادن و کانال‌های خبری حکومتی رو هم ناگزیر از بیان برخی از این واقعیت‌ها کردند. تصاویر به اندازه کافی گویا هستند. هواپیما سقوط کرده ولی متاسفانه مدیریت واحدی اینجا نیست که مدیریت بکنه برای امداد رسانی و الان هم میبینید مسئولین پشت درهای بسته بخشی نشستن منتظرن که شب بشه و بعد به فکر باشن که امداد رسانی کنن که دیگه داره وقت میگذره و باید سریعتر اقدام بکنن. مردم هم بی صبرانه منتظرن که کمک کنن، راحت بدن، ولی هنوز ما منتظریم. الان هم ساعت تقریبا 5 ولی هیچ خبری از مسئولین نیست. پشت درهای بسته هنوز دارن مدیریت بحرانشون رو، جلسه مدیریت بحرانشون رو تشکیل میدن. سایت انتخاب، یک کارشناس ارشد هوایی: هواپیماهای تهران یاسوج با برف برخورد کرده، نه خود صخره. 4 مسافر زخمی از هواپیما خارج شدند. خونریزی یا یخ زدن مانع ادامه مسیر آنها شده. ممکن است سرنشینان سالمتری مسافت بیشتری را رفته باشند. بله، فاجعه اینجاست که بنا به نوشته منابع حکومتی تعدادی از مسافران هواپیما زنده و فعال بودند که بعداً بر اثر سرمازدگی فوت کردند. یعنی اگر به موقع تیم‌های امدادی به اونها می‌رسیدن و اونها را نجات می‌دادن، زنده می‌موندن. اما هیهات از وجود یک ذره احساس انسانی و شفقت در کارگزاران این رژیم ضد بشری.